من تصورم بر اینه که اگر بخوام یک قضاوت مطلقی بکنیم که دولت‌ها علل عموم ناکارآمد بودن، شاید یک اشتباه در اون متدولوژی مبحث پیش میاد و از نگاه معرفتی نتونیم از این نظریه و نگاهمون دفاع بکنیم. 42 ساله که بالاخره این دولت‌ها یک نظامی رو سرپا نگه داشتن، ولی کیف نگه داشتن دیگه این قابل دفاع نیست، با شما همراه هم. ما دولت همون توی عمل کرده دو رویهی داشتن، یه رویهش خوبی ها بوده، یک رویه آنم بر ناکامی ها و صورت آزاردهنده عمل کرده دولت ها. این مسئله اینکه شخصیت دوم مملکت کیه، آیا من رئیس جمهور نباید اجرای قانون اساسی رو بر عهده داشته باشه یا نه، از زمان رئیس جمهور، از زمان بنی سعد مسئله بوده، الانم مسئله است. فلسفه سیاسی به ما میگه که مسئول امنیت باید در دست دولت باشه. چرا؟ برای اینکه برای شهروند شما ناامنی رو تحمل نکنی، شهروند باید امنیت رو تجربه کنه. خب وقتی دولت در قبال هر نوع ناامنی اجتماعی، سیاسی، امنیتی مسئولیت داره، باید جلوش بگیره. آیا ابزارش رو در اختیار دولت گذاشتیم یا نه؟ آیه شما دست در واقع قانون اساسی رو خیلی اشاره میکنید بهش، یعنی چیزی که میفرمایید این هستش که در اجرا مسئله هست، خود قانون اساسی که الان اجرا نمیشه. من خب سوال کنم، یعنی هیچ ضعف قانونی وجود نداره تو قوانین عادی ما در واقع؟ یعنی میخوام بگم آیا یکی از این عوامل ناکارآمدی رو نمیشه اون ضعف قانونی؟ بله، فرق از بحث اجراست که شما به اجرا از نگاه علوم انسانی قانون یعنی ساختار جامعه. ترجمه وقتی این ناملایمات، ناهمانگی ها و تناقض ها و تضاد ها در برداشت از قانون اساسی، در اعمال قانون اساسی، در تعریف از قانون اساسی، در مدیریت های وابسته به قانون اساسی به وجود بیاد، قوا هم قوایی نخواهند بود که مطلق بتونن، حالا مطلق که نمیخوایم بگیم، حتی با یک نسبیت قوی در خدمت آرمان ها و اهداف یک ملت باشن. وقتی مجلسی بیاد خدای نکرده با نمیدونم میانگین مثلا 25% 24% بالاتر پایینتر نمایندگی ملت رو بکنه، طبیعتاً ایرادهای جدی و اساسی بهش وارده. چرا ما با این وضعیت مواجه شدیم؟ همون اینه که مطابق قانون اساسی به ملت اعتماد نمی کنیم. ما فکر می کنیم که ملت مثلا توانایی و فهم و استنباط و استدراک دلسوزی به خودش رو نداره. اتفاقا ملت از همه این مسئولات دلسوز تره. من به شما قول قطعی میدم مثلا 5 تا یک نیروی خارج از این نیروهای وفادار به نظام در این مجلس باشه، فکر میکنیم مثلا اینا میتونن کودتا بکنن، اینا میتونن مثلا شق القمر بکنن؟ باور کن همینا باعث میشه این راست و چپ و کارگزار و مستقل و اینا همشون وحدت پیدا بکنن. ما میگیم به مردم مثلا اعتماد بکنیم، از دلش شاید مثلا یه قاتل سر در بیاره. اصلا اینطوری نیست. حق مردم دیگه. و مردم، ما این سرزمین مال 84 میلیون ایرانیه. این ملت هم ملت مسهین، همین ملتی که انقلاب کرده، مشروطیت رو به وجود آورده، این ایران به این زیبایی رو تا تمامیت ارشه حفظ کرده، همین ملت هم صلاحیت داره بر اساس قانون اساسی ارادهشو اعمال بکنه دیگه. با ملت چرا ما حالت جنگ میخواییم به خود میگیم؟ با ملت میخواییم از در ستیزه در بیاییم؟ نمیشه. اینجا مهمینی یه بحثی رو شما اشاره کردید، توی گفتید که در دولت سازندگی یکی از مشکلاتی که حالا تو اون بره زمانی بروز کرد بحث فساد فرمودید. موضوع فساد اقتصادی و فساد اداری که از در واقع آفتهایی که تو این 42 ساله بقولید برطرف نشده و حل نشده این موضوع. فکر این رو چقدر دخیل میدونید توی ناکارآمدی دولت ها و فکر کنید که حالا چه راهکاری برای حلش وجود داره؟ چه تا الان در واقع حل نشده این مشکل؟ ببین، من نمیخوام بگم فساد حتما از زمان آقای
هاشمی جوان زد. اقتضای توزیع متاسفانه اون زمان تو ذهن بعضی از کارگزاران نفوذ کرد که ریخت و پاشه. این حساسیت به ریخت و پاش رو اون زمان به بهانه این که ما میخوایم توسعه رو در مملکت اجرا بکنیم یه مقدار از بین رفت و یه حالت سیستماتیکی پیدا کرد. اخیراً مثلا خب ما اون اول رئیس جمهور گفت که ما با فساد نهادینه مواجهیم دیگه. همه دولت‌ها این رو داشتن. حالا من در اون تقسیم بندی بیشتر می‌خواستم که اون برجستگی وجود مثبت و منفی دولت‌ها رو می‌گم. من تصورم بر این است که ما با فساد اگر سعی به در اصلاح ساختارها نداشته باشیم موفق نخواهیم شد. ضمن اینکه این برخوردهایی هم که میشه قابل حرمت، قابل احترام، امیدوار کننده است، اما به هیچ وجه به عنوان کسی که در این حوزه هم مطالعه دارم، هم تحقیق میکنم، هم تجربه داشتم، تجربه مبارزه با فساد، نه اینکه عمل به فساد، فردای ما فردای عاری از فساد نخواهد بود، چون که سطح تعریف از فساد و سطح برخورد بیشتر در مراحل اولیه گرفتار شده و یک کمکی هم در بعضی از مواقع در واقع ماهیت سیاسی پیدا میکنه و اینا اون اعتماد عمومی رو خدشه‌دار میکنه. این رو در واقع شما یکی از عوامل ناکارآمدی میدونید؟ پس حتما، مثلا شاید اگر ناکارآمدی سه ضلع داشته باشه حتما یک ضلعش فساده و شاید هم ضلع پایش فساده، ولی فساد رو دیگه از حوزه اقتصاد به فساد سیاسی هم باید بکشونیم سطر رو. خب شما میگید فردای ما فردای عاری از فساد نیست، در واقع چه چشم‌اندازی می‌بینید برای این؟ مثلا اینکه حالا با این در واقع الان بحثی که مطرح اینه که قوه قضاییه داره یه سری پرونده‌های فساد رو ورود می‌کنه و برخورد می‌کنه، اینو کافی نمی‌دونید شما؟ نه خیر، چون که این در جزیره ای از جامعه ایران نمود عینی و بارز داره. در بعضی از زمین‌ها اخباری می‌شنویم که نگران کننده است. چطور میشه امیدوار بود به رفع این مشکل؟ وقتی عروس خونه ظرف میشکنه به قول ما قدیمی ها اونم باید تا حدی ملامت بشه، عزیز خونه هم وقتی ظرف میشکنه باید اونم ملامت بشه، یکی در امنیت یکی در حوزه ملامت، فکر میکنم اعوجاج به وجود میاره. برخورد خودیو غیر خودی در سیستم قضایی اسلام اینطوری است که بهائی هم بیاد در محکمه، یهودی هم بیاد، مسیحی هم باید بیاد، به ما اینطوری آموختن در مبانی اندیشه سیاسی قضای اسلام که باید محکمه آنچه که براش ملاکه برخورد با بزهکاری و نابهنجاری است که از هر کسی صادر شده. شما قائل به این هستید که با تغییر یک فرد و با تغییر دولت میشه امید به کارآمدی اون داشت؟ نه، من قائل به این نیستم، اما افرادم اثرگذارن دیگه. ببین اگر ما بیاییم الان اون مفروضاتی که من برای انتخابات 1400 میتونم در قالب یک مدل ارائه کنم، شاید در 400 بشین رو مطرح کرد. یکی اینه که حالا جدا از اون پروژه‌ای که خدمتتون عرض کردم، ما بیایم واقعی مطلب برای اینکه یه نگاهی به گذشته داشته باشیم و یه مقدار خودمون رو ملامت بکنیم و اجازه بدیم ساختاری به نام قانون اساسی مبنای تفاهم، مبنای سازش، شکل بندی سیاست، اقتصاد اینا باشه. من نظرم بر اینه که اولین مفروضه یا مدل حتی میشه اینه که ما بیاییم
جامعه ما هنوز به کاریزما نیاز داره، هنوز به شهرت نیاز داره، هنوز به سیادت، هنوز به ابهت، پرستیج نیاز داره. اگر میخوان واقعی مطلب به نوعی اون منافع حیاتی رو هم میتونه این جبران بکنه، اما این نخواهند پذیرون، میدونن. این حالت اول صورتبندی 1400 میشه با نگاه کاریزماتیک در واقع انتخابات رو برگزار کرد. برای این کار باید نخبگان و نظام و برگزار کنندگان انتخابات بیان شخصیتی مثل سید حسن خمینی و سرلشکر باقری رو در واقع شرایط رو براش آماده بکنن. اومدن سید حسن خمینی میتونه بخشی از اون کاریزما رو با اتصال به امام برآورده بکنه. واقعا سید حسن خمینی هم بالاخره حرمت امام و خانواده امام رو خوب حفظ کرده. البته این تعبیر من خوشایند اصولگرایان نخواهد شد. اصلاح طلبان هم فکر نکنم با یه شخصیتی مواجهن که فردا برای اینا میتونه مثلا سید محمد خاتمی یا تیپی این شکلی باشه. نه، نهایتاً سید حسن خمینی میتونه برای ما هاشمی دوره اول باشه که راست و چپ رو ورود بده به صحنه سیاست و مدیریت. اما شورای نگهبان بعید میدونم به این راحتی بتونه این قرائت رو بپذیره. الان در جامعه یه دارن گفتمان نظامی رو احیا میکنن و در جامعه هم داره شکل میگیره. گفتمان نظامی رو من خیلی خوشبین نیستم برای اینکه ورود پیدا کنه یک نظامی به صحنه انتخابات، چون جمهوری اسلامی در حوزه سیاست و فرهنگ خداییش وسعت زیادی داره. اما اگه قرار یه شخصیت نظامی بیاد که بتونه کاری برای انجام بده، این سرلشکر باقری میتونه باشه. در مرحله دوم و واسه بیشتری وزیر دفاع امیر حاتمی میتونه باشه. دیگه سراغ بعضی از عناصر برن که خودشون باید بیان از نو درس نمیدونم استفاده از کلاشینکوف و جیسر رو یاد بگیرن، اونا فایده نداره. اونا بازی‌های سیاسی است به نام استفاده از نیروهای نظامی. قطعا نیروهای نظامی که به سیاست نباید ورود پیدا بکنه، اما شخصیتی میخوان اگر واقعا در قالب احیای گفتمان نظامی و به کار گرفتن گفتمان نظامی برای صیانت از تمامیت ارضی، تیپایی مثل باقری و حاتمی و اینا میتونن جواب بدن. این در واقع مدل اولی است که من میتونم پیشنهاد بدم. مسئله بعدی، اگر برای مسئولین کشور مسئله مشارکت مهم هست، دارای اهمیت، اجازه بدن اصولگرایان و استارترها واقعا آزادانه نفر خودشون رو به میدون بیارن. نفر خودشون هم در چارچوب قانون اساسی ها، نه اینکه بیاد فردا مثلا توقع داشته باشه که تمام مملکت باید در اختیار این فرد باشه. ببین، ما این رو یه بار امتحان کردیم دیگه. یعنی اون حرمتی که امام برای بنصر قائل بود، فرمانده کل قواش کرد، شخصیت دوم بود و واقعا حرفاش اثرگذار بود. اثرگذار یعنی که بهش قدرت داده بودن ها، توجه میکنیم. حالا بنیصد نتونست این موقعیت رو برای ریاست جمهوری حفظ کنه. هم جوان بود، هم آینده رو نمیدید و هم ناشیگری و یه مقدارم جاه طلبیش باعث شد که اون ستون سیاست پایش در ایران محکم ریخته نشد دیگه. متاسفانه این تجربه های تلخ ما داریم. در هر صورت اگر مسئله مشارکت برای آقا مهم هست، بیان اجازه بدن. اون وقت میشه باز نسبت به بازسازی امر سیاست در جامعه ایران امیدوار بود. یه نکته دیگه که مد نظر من هست، حالت در واقع یک به اسم مدل سوم که فکر میکنم با این نظام یه مقدار مشکل نداشته باشه، یه گفتمان شبه هاشمی رو اجازه بدن که در این گفتمان شبه هاشمی تیپایی مثل حسین دهقان، بخشی از شخصیت باز سید حسن اینجا میتونه معنی پیدا بکنه، گرایشی از علی لاریجانی میتونه اینجا موضوعیت پیدا بکنه. البته نه به نام کارگزاران، نظام اینو اجازه بید میدونم بده، اما عنوان پای به اصطلاح گفتمان شبه هاشمی که
از ویژگی‌های هاشمی این بود که هیچ وقت با جامعه، با حاکمیت، به ویژه حرمت رهبری رو همیشه حفظ می‌کرد، اما پشت سر غر می‌زد. این غر زدن نتیجهش مثلا خانم فائزه هاشمی میشه دیگه. غر زدن نتیجهش کارگزاران سازندگی میشه. الان مثلا خود آقای حسن خمینی، چیز آقای حسن روحانی، ثمره گفتمان آقای هاشمی شما می‌بینید که نسبت به حفظ حرمت نهادهای حتی انتخابی نهایت تلاش میکنه، اما غرشو میزنه. آقای هاشمی که اجازه ورود پیدا بکنه، یه گفتمان اصول اصلاح طلبی هم با یک محدودیت، یعنی در اینجا فکر میکنم مثلا شخصیت مثل آقای عارف میتونم بیان، اما در این مدل حتی جا برای آقای جهانگیری هم فکر میکنم تنگ باشه. بعدن در این مدل باز گفتمان اصولگرایی است که دیگه محوریتش با نگاه پایداری است. شاید اون شخصیت جزء پایداری ها نباشه، اما سبکش، نگاهش و رادیکال بودنش باید به تایید امامزاده پایداری برسه، هرچند دعواها دعواهای جدی هم باشه. برای این وصف مثلا آیه قالیباف خوبه، آیه رئیسی خوبن. بالاخره یه مدل چهارمی که به نظر من میاد که اون به عنوان دیگه این ستا فراینده، اما اون چیز چهارمی که در قالب پروژه طراحی میشه اصلا به دیگه اصولگرا، اصلاح طلبا و کارگزارا و به افرادی که بعد از مشکن اجازه ورود به رقابت داده نشه، برای اینکه اون پروژه به اکمال برسه دیگه رقابت در درون گفتمان اصولگرایی اجرا میشه. دیگه اون وقت در باز مثلا پایداری، اصولگران سنتی، اصولگرای مدرن همشون میتونن کاندیدا داشته باشن، چون که دیگه رقابت در درون یک قرائت خاص از سیاست اجرا میشه. بس این چهار تا مدل و مفروضه رو میشه به عنوان صورتبندی احتمالی انتخابات در 1400 لحاظ کرد. حالا این احتمالاتی هست که شما میفرمایید و ممکنه وجود داشته باشه، اینها کدومش به کارآمدی نزدیک‌تره؟ استقرار دولت کارآمد کدومش نزدیک‌تره؟ من باز فکر میکنم که چون الان مسئله ما حفظ قدرت هست، من فکر میکنم میانجین کارآمدی در یک حد.